این چراغ راه رو که با سوخته جواب بایسا اینا رو درست نمی کنین. چشم حسود و بیگونه، همسایه بالا، همسایه پایین، همسایه دست راست، همسایه دست چپ، اینا خودم. بابا چیکار میکنی؟ فیروز خفه شدم. چش خوردی مهربونم؟ چش خوردن چیه بابا؟ قبل از چش خوردن باید اسفندود کنن، الان باید برن آب نمک یا آب قند چیزی بیارن. جهان گیر، جهان گیر، منو ببخش. بابت چی؟ چون تنها چیز قابل چشم خوردنی که تو زندگی داری منم. به خاطر فیروزت هم شده، جلوی دیگران از من تعریف نکن، چشم میخوری. من کی تعریف کردم که دفعه دوم من باشی آخه؟ پس از کی تعریف کردی؟ ها؟ از کی؟ نه از کی، جز من کیو داری که ازش تعریف کنی؟ بگو بابا. فیروزت یا آبقند یا نمک چیزی، تو داری دور سر من میچرخی. صد سال تو باید دور سر من بچرخی. تو بلنشو بار درباز کن، بلنشو، حالت خوبه؟ بلنشو. خجالت نمیکشی؟ در خونه من زدی بگی خجالت نمیکشم؟ خجالت نمیکشی؟ لامپ راه رو سوخته، پام گیر کرد به پله، از سه تا پله با کله خوردم زمین. چی شده؟ بخیه خورده؟ نخه کبود شده. من مگه مسئول تعویض لامپ راهرو هم؟ آخ بقال که هستی؟ خب برو دو تا لامپ بقالیت بیار و از کن تو راه پله میمیری؟ آره چی کارار میکنی؟ خب چی شده؟ چی شده؟ چرا اینطوری میکنی؟ چی کار میکنی شما؟ چرا داد میزنی سرم؟ آش درم چی داد زد آقا سرم؟ ببین خورده زمین اون قسمتی که مال درد تو سرش زیاد شدت بده، اگر بخواد همین صداشو میبره بالا فکر میکنه ما داریم داد میزنیم. فیروزه خانم، فیروزه خانم، بفرمایید. این بوی آشغالا رو، بوی فاضلاب رو میفهمیم؟ آخه مگه من مسئول بوی فاضلاب ساختمونم؟ نه مسئولش نیستی، ولی در عوض یه سری کرم هایی برای ما اومده. این کرم ها مخصوص بوی فاضلابه، میمونیم به دماغتون بوی نعنا میده. بعد یه جایزه هم روش داره، یعنی این اسپرای مخصوص کشنده مگس داره، اونم روش جایزه میدیم، اونا رو از ما بخرید. کلا اگر طبیب بودی سر خود دوا نمیدی. یه شورشو در آوردن، اصلا چه معنی داره؟ باید شکایت بکنم. آقا نمیشه رفت آمد کرد توی راه پله ها. سلام علیکم. سلام علیکم. باز کار شماست که اینجا جمع شدین. لامپو خراب کردین که تو تایپی زافتیا چوب بزنی؟ لامپو ولش کن، شما بوی فاضلاب رو احساس میکنه؟ بله شدیدن آقا، کل را پلارم گرفته. نه بیشتر شده. بیشتر شده. حالا به جای گیر دادن به بوی فاضلاب آقا، لامپو عوض کنی که تو چش و چالمون نره آقا. بابا به چش و چالمون نمیره، بوی فاضلاب داره خبر بده. ببینم نکنه فکر کردی از سطح منه. بله مدیر ساختمون چیه آقا؟ سرعی خانم. بله ایشون مدیر ساختمون بودن، بعد مستجر جدید که اومد قرار شد مدیر جدید خانم. بله ولی البته برزتون برسون، اگه لامپ سوخته تاله کسی رو نکشه. من شخصا باید مشکلات رو به عرض ایشون برسونم. آقا شما شخصا نباید مشکلات رو به عرض ایشون برسونید، هر مشکلی داری با من حرف بزن. تو عرضه یه لامپ رو ندادی؟ ببین یه سری قرص هم اومده ضد توهمه، اونا رو بخوری خوب میشه. من دهنه تو ببخشید که این موقع شب مزاحمتون شدم، گفتم تشریف بیارید اینجا. تو این مدت متوجه یه بوی بد فاضلاب شدیم دیگه خانم. خواهش میکنم دیگه این فاضلاب رو تمومش کنید.
این لام بوده که همه رو زده به در دیوار. اجازه بدید به اونم میرسیم. داشتم میگفتم فیروزه جون، این وقت شب ما رو زابرا کرده آوردی راجع به بوی فاضلاب صحبت کنیم. متشکرم. سارای جون، فقط بوی فاضلاب نیستش. بوی فاضلاب، لامپ سوخته، نظافت راهپله ها، نظافت حیاط، اینا همه نشون میده که چی؟ ما مدیر لایق تو ساختمونمون نداریم. ای خدا، میدونم سخته برای من، من نمیتونم، من گرفتارم، من کارام زیاده، الان نمیتونم پاسخ بدم واقعا. قربونت برم، تو کمد لباساتو مرتب کن، ساختمون پیشکشه. مامان خوبه اینجوری بهم بخندن؟ خیلی خیلی معذرت میخوام، خواهش میکنم یه مقدار جدی باشین. بنده عرضی داشتم، البته نمیخوام از خودم تعریف بکنم ولی دیگه مجبور شدم. بنده که اونور بودم مدیریت یک بیلدینگ 360 واحده اداره میکردم و هیچ وقت شما یه لامپ سوخته نمیدیدید. افتخار آقای قوامی. خیلی عذر میخوام. ببخشید آقای قوامی، این دینگ دینگ همون زنگ دیگه نه؟ نه خیلی، به یک مجتمع میگن، یک ساختمون. ببینید اصلا زبان انگلیسی خیلی مشخصه، خیلی واضحه، بازه. ببینید بیلدینگ، ببینید آی ان جی داره آخرش. بله بله. فاعل مستمر افعال رو آی ان جی میگیره. دقیقاً. بیلدینگ یعنی ایشون هم بیل میزنن. دینگ. ببین نکن بیلو تو اینجا میخوام بزنن. بیلو تو این ساختمون هم بیل. باز شما حرف زدین. آقای محترم، بنده دارم درباره مدیریت مدرن اون بر دارم صحبت میکنم. آقای قوامی، با من راحت باش. منم میرم میام همشون کشورهای خارجی. ببخشید میشه بگید که کجا میرین و میایین؟ هنگ کنگ. چه بوی بد فاضلا می. آهای قوامی، شما که با اون بر آشنایی، این فاضلاباشون چه جوریه؟ ما شما که گیر دادیم به فاضلاب. آقای محترم اونجا ازم فاضلابش بو نمیده. خب دیگه دیگه تمومش کنید. خندیدیم. ببینید دوستان، بنده میتونم محیط ساختمون رو، یعنی محیط زندگیمون رو تبدیل بکنم به یک محیط آرام، دلپذیر، راحت و میتونم سیستمای ساختمانی سرمایی و گرمایی ساختمان باید چکار بشه. من نظرم اینه که در طول زمان آقا ببینید اگه ما بخوام یه مدیر لایق داشته باشیم مثل جاهای دیگه رای گیری نمی‌کنیم. نمی‌کنیم؟ نه. یعنی ببخشید شما می‌خواد از بیرون کسی رو بیارین؟ نه همینجا ما اینجا افراد لایق زیاد داریم. آها، پس بنده هم به عنوان یکی از افراد لایق این ساختمون به همه شما قول میدم که یک تغییر اساسی در داخل ساختمون ایجاد بکنم. برای افراد سالمند ساختمون پله برقی احداث بکنم، برای افراد کم سواد ساختمون یکی از شعبات نهضت سواد آموزی احداث بکنم، یک مرکز خرید بسیار شیک در کجا داخل... کجا توی گلخونه. تو گلخونه جا میشه؟ دهنتو ببن الان فعلا و خدمتتون عرض شود که نه یه جور دیگه این کارو انجام میدیم. چه جوری فیروزه جون؟ با یه مسابقه. تو گلخونه جا میشه؟ دهنتو ببن الان فعلا و خدمتتون عرض شود که نه یه جور دیگه این کارو انجام میدیم. چه جوری فیروزه جون؟ با یه مسابقه. مسابقه؟ بله مسابقه. میدونید ما یه مدیر لایق انتخاب میکنیم، یعنی از بین افراد این ساختمون یه مدیر لایق رو انتخاب میکنیم. انتخاب مدیر رو نباید سرسری بگیریم، متوجه باشین دوستان عزیز، اصلا نباید سرسری بگیریم. باشه، با این اصراری که شما دارید مسابقه رو من طرح میکنم سوالاشو. فقط خواهش میکنم سوالات مسابقه به هیچ وجه در اختیار کسی قرار نمیگیره تا قبل از مسابقه. حالا مادر کی گفته تو سوالا رو طرح کنی؟ مامان بذار پیشرفت کنم. ماما حالا که فیروزه جون خودش این پیشنهادو داد، مام همه بهش اعتماد داریم، سوالا رو هم خودش طرح کنه. هر کی موافقه دست بالا کنه. من با نظر سوریا خانم 100% موافقم. من هم با سرکار خانم برادران موافقم. بنده به عنوان یکی از افراد لایق این ساختمون مجبورم که این مسئولیت کمرشکن رو قبول بکنم. خب شما چی آقا سامان؟ من نظرم مطمئنه. خب سوالا رو من طرح میکنم. برین قشنگ بخوابین، استراحت کنین با خیال راحت تا فردا. در اینجا میخواستم از همسر محترم و مهربانم جهانگیر تشکر کنم که همیشه یار و یاور من بوده. همه
حواست کجاست منصوری؟ من میگم من اگر مدیر بشم اولین کاری که میکنم رفت آمد و تو راروها ممنوع میکنم. اینجوری دیگه هر کسی نمیتونه راحت تو زندگی من سرک بکشه. تجربه؟ خب برای شروع کار میتونم از تجربه مدیر قبلی استفاده کنم. خیلی خب بابا برو بگی بخواب. من کجا دارم اذیتت میکنم؟ من میگم من باید اینجا مدیر بشم. از خمیازه میکشم. من بهترین، مستعدترین، شایسته‌ترین فرد برای مدیریت هستم. من بهترین، شایسته‌ترین، مستعدترین فرد برای مدیریت هستم. شما کنی؟ قرصه افزایش زور میخورم. که چی بشه؟ اسمش چیه؟ BF بریفاتیک فرمولاتیو. اینا بهم زور میده تو مسابقه اول بشم، جنم میده. اون خیلی خوبه، بخور بیشتر بخور. بخور. مامان 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 بله بیا. چی شده؟ ایما اینجوری چرا اینجوری داری میکنه؟ چشه؟ اونو بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده. ای باقی سامان با چی داره میخوره؟ بچه جون داره چیکار میکنه؟ خوب شده اما این خوره قرصا حساسیتش بالاست. قرص واسه چی میخوری؟ من به این شغل احتیاج دارم، به جون مامان با هم مدیر شم. مادر کدوم شغل؟ این شغل دردسر داره، تو هم که اهل کار کردن نیستی. حسن لامپ میسوزه بعد بری لامپ بخری، چمن باغچه کچل میشه بعد بری چمن بکاری، نظافت ساختمون رو بعد در نظر بگیری. دردسر داره، تو هم که اهل این کارا نیستی مامان جان. هستم مامان هستم. نه من همین الان انصرافمو اعلام میکنم. من انصراف نداری کنی، انصرافتو اعلام میکنی. تو باید بیای جلو همه اعلام کنی من به خاطر اینکه تو چهره سامان مدیریت برجسته میبینم خودم رو کنارگیری میکنم، یعنی خودم رو کنار میکشم. بابت این من دیگه یارای مقاومت باش ندارم. تو باید اینو بیه بگی. فکر کنم من به خاطر یارای مقاومت انصراف بدم. پاشو برو تو سالون بازی کن. پاشو پاشو بودو بودو. بچه چی کار داری؟ این بچه اصلا صلاحیت رقابت با من نداشت، باید کنارگیری میکن. خود شما مگه آشپزی نمید بکن؟ اینجا چی کار میکنی؟ خجالت بکش. چشم، یه مدیر باید بگه چشم. جان من یه چند تا سوال به من لو بده. نه من نمیذارم سوال لو بره. مگه نمیبینی من تو قرنطینه هستم؟ قرنطینه چیه؟ آخه اینا زدم کسی منو نشناسه. خیلی بس برفت میاد. برو از شما رو دیگه. باش. برو. برو از شما. باش. باش برو. باش. آفرین بزر کنم. برو از شما. روزه ما. تقدیم با عشق. گلش مصنوعیه ولی خیلی قشنگه، بو هم نداره. جان گیر. جان گیر تو کار نداری. خب بلنش برو دیگه، بلنش برو مغازه رو باز کن، بلنش برو یک کاری کن. این موقع شب خب بلنش برو به جمال سر بزن ببین برادرات دارن چی کار میکنن. بلنش پسر خوب، بلنش برو دیگه. نمیخوای کمکت کنم؟ نه برو کمکت کنم. جهان گیر. جهان گیر. آش برو دیگه. آش
بکشی؟ من نمیخوام سال لو بره دیگه. آقا چرا متوجه نیستی؟ ببین تو باید مثل بقیه عادلانه تو مسابقه شرکت کنی. عادلانه بله. سلام جان. ببین یه خورده پای پختم بشین با هم بخوریم. تو پای سی پختی؟ نه پای مرغه. من دوست ندارم. نه چرا دوست نداری؟ پای مرغ مرغ رو چمن را میره ویتامین سی داره کف باشه. من پای مرغ دوست ندارم. خب باشه باشه اصلا اینو بذاریم کنار. بذاریم کنار. مهم نیست. میریم مثل دو تا مرد میشیم تخمه میخوریم. نمیشه. چرا؟ من که فیروزه توی قرنطینه است. نه بابا. آبل مرغون گرفته این آبلای جدید. خب پس لازم شد برای ملاقاتشون بریم. یا الله. نه بابا سلام. این من باید اینجا ببینم قرنطینه سواله. خب بابا زشت چی؟ سوال برای سوال ها؟ این حالت وکیوم میمونه تا موقعی سوالات هر بشه. خیلی خوب سوال ها رو که داری؟ نه داری سوال ها رو داری چون جهان خبر چی؟ آره خب دیدم خواهد. ببین جهان من بچه بودم خواب میدیدم که یعنی همیشه آرزوم این بود بزرگ شدم چیز بشم. بزرگ شدم مدیر ساختمون بشم. به جون تو سوال رو بده من جهان. ندارم من خودم نتونستم سوال رو گیر بیارم. کل دارای کلت تا آخر عمرت مهمون منی. فقط سوال رو به جون من بزن. بابا میگم ندارم مسائل. این سوراخ چیپیت نگاه میکنم. اذیت نکن میگم نتونستم سوال رو پیدا کنم. نداره. خیلی خوب. جونه این سیبیل جونه این سیبیل آه خلافی این روز خبره آی بیزن از دهرم آقا جزر این پدرتون هستن نه سلام آقای برادرم خوب هست مفوت نکردن آقای فیروزه خانم خوبین سلامتی اونا چیه دستتون اینا سیبیلات تنک شد. این سیبیلای آقا جهانه. من به عنوان مدیر آینده ساختمون در حالی که رو پله ها می اومدم دیدم ایشون سیبیلاشون ریختن اونجا. بعد گفتم که سیبیلی بیو. یعنی که سیبیلاتو بیو. با خودت بیار. نریز رو پله. ببخشید حالا کی گفته شما برنده میشین؟ خب من برنده میشم دیگه. فیروز خانم نصف سوالا رو میدیم من ببینم. برو ببینم. من میام تو بهتون توضیح. میگم انقدر بدم یاد از آدمایی که به هر قیمتی میخوام برنده شن. منم میگم خدا رو شکر ما تو این ساختمون اصلا اینجور آدمو نداریم. خدا رو شکر کم نداریم. یعنی چی؟ یعنی اصلا نداریم. آه اصلا نداریم. بله به سلام خانم شب شما بخیر. امیدوارم شب خوبی داشته باشید. سلام آقا شب شما هم بخیر. من از اینجا رد می شدم گفتم که یه دستگل زیبایی و تقدیم شما همسایه مهربون بکنم امیدوارم که بپذیری خانم بفرمید آقا چیزی به ذهن رسید؟ من ندارم فکر می کنم چیزی به ذهن رسید؟ نه هنوز دارم فکر می کنم پس پوستر من را نیاورد نه هم نیستم چیزی بکشم میدونی؟ آره میدونم اون سوالا باید دست من بیفته آخه من متوجه نمیشم مدیریت این ساختمون پیزوری به چه دردت میخوره؟ اولا این ساختمون پیزوری نیست برکلا دوما اگر من بشم مدیر این ساختمون تمام رفت آمد تمام شارژا راه رو پارکینگ انباری میفته تحت نظره من همسایه ها خانواده کلانتری میفته تحت نظره من دیگه از من بگو تو پس این ساختمون پیزوری نیست میگم دستم لای دره ای دستم دستمو شکوندید امیدوارم دستتو بره زیر ترنی تنه عجب غلطی کردم طرح سوال شدم ببین درو باز نمی کنی تا صبح من میخوام همه سوالا رو طرح کنم متوجه شدی یا نه
باشه آقا. برو تلفن رو بردار واسه من بیار. چشم آقا. اینقدر به من نگو آقا. بابی هستم، بابک برزی. خدمتتون عرض شد که خانم، ببخشید من اسمتونم یادم رفته. بله بله خانم غریب. خدمتتون عرض شد که بنده و همکارم بردیا، خودتون میدونید که تو کار مدیریت و بیزینس و اینجور صحبت ها هستیم. میخواستم خدمتتون میدونم. پس بذارید لپ کلامو خدمتتون عرض کنم. بنده و همکارم حاضریم تمام اون سوالای مسابقه رو به قیمت گزافی از شما خریداری کنیم. اینطوری هم یک پولی به شما میرسه، همین که ما مدیریت ساختمون، البته نه اینکه مدیریت ساختمون چیز دندون گردی ها، نه بلند، نه اصلا چیز دندون گردی نیست، ولی باور کنید این به نفع جفت ماست. چقدر؟ صداش نزدیک شد. شما عرض کنید چقدر؟ شما پیشنهاد بدید. 500,000 تومان. بگو باره بابا. ولی خانم غریب بنده همین پارسال 300,000 تومان پول سوالات کنکور دادم. بفرمایید از هم پارسال بدهید. خانم غریب آروم گفتین چقدر؟ 500,000 تومان میدین، منم سوالا رو تقدیمتون. منطقی دارم. 501,000 تومان واسه خانم چک بکش. بکش یادت چک و پول. این سوالای مسابقه است خدمتشون. دهتم هستند. بفرمایید. متشکرم. شب جلوی خودم سوالا رو ترک کرد. حالا باید بازار زیاد تهیه کنم. بعدی یک دونه به من بده. 10 تا صندوق بفرمایید. متشکرم. خدمت شما. بعدی یک دونه محبت کنیم به من. اول 10 تا صندوق بفرمایید. چشم من خدمت. این یه ژل کاناداییه. 10,000 تومان پول نقد. این 20 تومن قیمتشه. عزیز من 10,000 تومان پول نقد. ژل صفر کننده مو از پشت سر. آقای محترم 10,000 تومان پول نقد. وقت ما رو نگیر. بفرمایید آقا. بفرمایید. خیلی بی ادبه. سلام. زیاد هول براتون نداره آقای مرزا. بفرمایید. اومد بفرمایید. بفرمایید. چه معنی کست منو؟ باشه بفرمایید. طراح اومد آقا. طراح اومد. بفرمایید. می‌خواستم بگم که سالای مسابقه عوض شده. دوستان عزیز صندوق تعطیل خدا. بس. پول آقایونو بده. من آقا سوال فروخته. یه دقیقه آقا بمونید. بگیرش من برم لانچ. آقا الان میدم. الان میدم. آقا بفرمایید. بگیر سوالتون. بفرمایید. چش بفرمایید. ده تومن قشنگ. تومن دیگه. یه تومن برای. یه تومن دیگه برای چی؟ من برای خسارت میگیره آقای قوامی بهش برخورد. خب مفاد مسابقه رو براتون میخونم، گوش کنید. مرحله اول سریع حرف زدنه، چون یه مدیر خوب باید خوب حرف بزنه. مرحله دوم پرتاب سنگ توی لیوان برای تمرکز و دقت عمل. مرحله سوم مشاعره، برای اینکه یه مدیر خوب باید از فرهنگ بالایی برخوردار باشه. خب پس من یه پای فینال شدم. آقای محترم سکوت کنید. مرحله چهارم پرتاب دارته. مرحله پنجم مسابقه ماسونی. بله خیلی دیگه طراح سوال. بریم مسابقه. خیلی خوب دوستان، خیلی ممنونم، متشکرم، ممنون. مسابقه رو شروع میکنیم با شرکت خانم فیروزه برادران و جهان برادران. یه بار دیگه تشویق کنیم. خیلی ممنون، متشکرم از تشویقتون. آماده؟ شروع می‌کنیم. با سلام به شما. شما چه کاری کردید؟ من اگر یک کلین لایق بشم در ساختمان شما، من خیلی ممنونم. من خیلی ممنونم. من واقعا من به تو افتخار می‌کنم و به کار به افتخار می‌کنم. می‌خوام آخر عمر با هم دیگه زندگی کنیم و خوشبخت باشیم و بچه‌های زیادی داشته باشیم و بتونیم با هم کنار هم کنار خانواده از زندگی بکنیم و کنار هم کنار خوب باشیم. چرا زود قطع کردی؟ فیروزه من دقت نکرده بودم تو خیلی زیبا صحبت میکنی. تو یه مدیر لایق میشی فیروزه. جانگیر من به تو افتخار. خیلی خوب بسه با این حرفا دیگه من خانواده نشسته. خیلی خوب مسابقه تمام میشه. با برنده شدن خانوم فیروزه برادران تشویق کنید. مسابقه بین آقای کسرا قوامی و سامان انبارلوی. It's a fried liquor fried Italiano sour party cake. And finally it's in your party. And free runner is a super bright style.
مسابقه ماسخوری رو شروع میکنیم با شرکت آقای بابک برزی. برزی یکی از بهترین ماسخورای تهران و بردیا پیتبرد ماسخوری که همه میشناسنش توی تهران. خب شروع میکنیم مسابقه رو. بدونین این مسابقه به خاطر این انجام میشه که ما میخوایم ببینیم مدیر ساختمون ما هنوز چقدر کودک درونش زنده است. این برای اهالی مهمه دست بزنیم. خیلی خب، قاشقو به دست راست. میدونی که باید چیکار بکنی؟ میگم میدونی که باید چیکار بکنی؟ نه چیکار باید بکنی؟ باید ببازی دیگه. عمرن؟ باشه، حقوق میخوای سر ما دیگه. آقا به حقوق من ساکت. ساکت. ماست تو. باشی. نمک بریزم. برو. دست بزنی. بخور. ساتش بخور. بخور. ماست تو بخور. بخور. همه شو بخور. بخور دیگه. شرکت‌کنندگان محترم، همینطور که ملاحظه کردی، کسانی که به مرحله فینال رسیدن عبارتند از یک، جناب آقای سامان انبارلویی. ممنونم، متشکرم. سرکار خانم فیروزه برادران، به افتخارشون. پس حالا که این دور شد، من میرم سوالای فینال رو طرح کنم. ببخشید، من معذرت میخوام، من اعتراض دارم. به نظر من یه شخص بی‌طرف باید این سوالا رو طرح کنه. من نظرم رو سامان هست. بله. من میرم سوالا رو طرح میکنم. آخه شیرین عقلی خودش تو فیناله، چجوری مطرح کنه؟ من تو فینالم. اجازه بدین. پیشکسوت این ساختمون جناب آقای کسرا قوامی که به گردن همه ما حق دارن، ایشون سوالا رو طرح کنن. افتخارشون. من حتما همکاری دلسوزانه انجام میدن. حواست کجاست منصوری؟ بابا اینقدر مسخره بازی در نیار. بهت میگم یه چند تا مورد مسابقه به من بگو، من بنویسم. سوال میخوای چیکار کنی قوامی؟ بابا جان تو چیکار داری؟ من برای چی میخوام؟ میخوام دیگه، بگو ببینم. اذیتم نکن قوامی عزیز من. این موقع شب من بیدار کردی که سوال میخوای؟ منصوری جون، من غیر از تو که کسی رو ندارم. تو هم که شرایط منو میدونی، دنبال من نه، همه شرط نظرم میذاره. حواستو جمع کن، بگو. گوش کن، من چقدر به شما پرداخت کنم که از وکالت شما عزل بشم؟ منظوری فعلا خدافظ، بهت زنگ میزنم. خودت کردی اومدی واسه تو؟ آقا برو رد کارت. بابا کار واجب داشت. من دارم سوال تر میکنم، بی خود تمرکز منو به هم نریز. برو رد کارت. خیلی خوب من میشینم اونجا یه گوشه بغل شومینه نگات میکنم. کمک نمیخوای؟ کمک.
کمک چرا؟ کمک برای طرح سوالا. چرا من خیلی جدول حل میکنم. شما دیگه خالص خوبه. بفرمایید. 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 مگه تو خودت تو فینال نیستی؟ چرا هستم؟ بس برو رد کارت. بابا ما از این فینالا زیاد داشتیم. یه دقیقه واسه شکست زنها، شکست زنها. شکست زنها توسط مردها. این کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. من و شما باید با هم راحت باشیم. دست به یکی کنیم یه زن نتونه موفق بشه. خوشم اومد. ما دو تا مردیم. بسیار خوشم اومد. نباید بذاریم زنم رو شکست بدم. آره. خوشم اومد ازت. بیا تو. بیا تو. بابا اینم مول داری؟ سوالای من گرونا. باش یه چیزایی دارم. داری؟ آره بس بیا تو. بیا. بیا تو. ببینم چقدر داری. چقدر پول داری؟ پول که خیلی ندارم، من جوونم، تازه کاروارم هنوز نگرفته، ولی یک کرم دارم خیلی گرونه. رد کارت کرم عوض بشه. برو پی پارت کرم عوض بشه. صاف کن ببینم من اینجا چیکار میکنم. تو خونه من چیکار میکنم؟ بیا برو بیرون. یه ذره بمونم، یه ذره بمونم، یه ذره بمونم، یه ذره بمونم، یه ذره بمونم. من فقط میخوام ببینم خونه. سلام سرای خانم، خواهش میکنم اینجاست بذارید. مامان تو برو، من خودم قضیه. آقا گیری افتادیم. یک و یک و یک، دو دو دو، سه و سه و سه، چهار و چهار. آفرین، برنده شدید. بله. فیروز خانم هست؟ علیکه سلام. علیکه سلام فیروز خانم. ها داره تمرین میکنه. شما برو بشین ماس خوردن تو تمرین کن. اصلا به نظر ماسخیار بخور جون تو. ماس که نمیتونی بخوری. فیروز خانم، فیروز خانم. نه نگو. نمیگم با تو اصلا کاری ندارم. برو چم. فیروز خانم. بله بفرمایید. سلام سرکار خانم فیروز خانم. سلام. خوب هستین؟ بفرمایید. میخواستم خدمتتون بگم که از ادامه مسابقه بپرهیزین. واسهتون خوب نی، به نفعتونه. به نفعمه؟ من بپرهیزم که تو بشی مدیر ساختمان؟ اصلا عمرن. اولا که شما درسته، شما بفرمایید. بعدش هم که واقعا به نفعتونه، خطرناکه ادامه. فیروزه؟ بله. زنگ بزن صدا در. همین الان. خب انصراف ندین. باشه آقا سامان. اونا قرار میکنم بیان. گیش 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 جهان داره منو میزنه. کمکم کنید، اینا میخوام من اضطراب بدم. کمک، اینا داره منو میکشن، مدیر نشم. متشکرم. خب مسابقه فینال جهت انتخاب مدیر ساختمان بین آقای سامان و فیروزه خانم. متشکرم. مرحله اول را رفتن روی طناب. خیلی عالیه. چی؟ عالیه. من رو طناب میرم. بعدیش بالا رفتن از درخت. آقای قوامی واقعا که خیلی عالیه، خیلی عالیه. خوراک خودم. بعدی مرحله سوم بلند کردن ماشین. وای آقای قوامی مگه میشه؟ خواهش میکنم جلسه. خیلی عالیه، یه خورده سخت‌ترش کن بابا. متشکرم. چشم حتما. بله این مرحله، یعنی مرحله چهارم، خیلی من بهش فکر کردم. گذاشتن سیب روی سر و زدن سیب با آجر. آقای قوامی. بله. این کارای سخت چیه؟ خشن انتخاب کردین. خواهش میکنم این یکی رو حذف کنید. چشم. بله بله چشم حتما. بله سرای خانم درست میگن. الان که فکرشو میکنم میبینم که خیلی مرحله خشنیه. بس این مرحله حذفه. خب مسابقه رو شروع میکنیم. موسیقی
خواهش میکنم که لامپای سوخته رو تعویض بکنم در اول فرصت. عزیز خانم لطفا سیستم آبرسانی هم سریعتر درست بشه. بله چش چش. پیروز جان یه قانونی بذار رأس ساعت 9 زباله ها رو بزنن دم در. چش. فقط پیروز خانم لطف بکنی آقا جهانم از جلوی دست پا جمعش. گیر گیر. پیروز خانم خوشحال باشی. معلومه که باید خوشحال باشی. از اولم سوالا رو یه جوری طرح کردید که من اول نشم. مردا ببازن، زنا ببرن. میدونم، میدونم سوالای فکری. چرا سوال ورزشی در نکردی؟ اگه می‌خواستی مساوات رو رعایت کنی سوال ورزشی در می‌کردی. مامان، اینا بی خودی دقت کردن. شما خیلی دقت کاری. روی ورزشی نداری. قربونت برم تو هم مثل من ناراحتی نایت مرد برم مای جون قربونت برم قربونت برم تو هم داری مثل من گریه میکنی خیلی زیبا نه؟ ناراحت نباش دیگه فیروزه به چیزای خوب فکر کن ببین تو مدیر شدی من قول میدم با این آقا سامان برخورد کنم بدونه که باید با شما محترمانه تر صحبت کنه ببین میخوای منم یه شکلات فخرسی برد بیارم شکلات خیرسی همونه که دوست داری تو مغازه یه کارتون برد گرفتم دوست نداری؟ همیشه میخوردی 10 تا 15 تا با هم دیگه ببین مایا تو رو میبینم فکر میکنن که تو یه گربه یا مثلا یه خرسی و یه پنجول و یه گربه مامان یه خواهشی ازت دارم از من نخوا چیزی که تو دلم نیست رو انجام بدم برم به دروغ به خالی بندی از پیروز خانم معذرت خواهی کنم که دل اون شاد بشه به چه دردی میخوره چیزی که از ته وجود من نیست خب چرا تایی وجودت نیست مادر؟ من که پیرز خانوم به ناحق برد قربونت برم داری خودتو ناراحت نکن مادر همسایه است عیب نداره من میرم کجا داری میری؟ میرم بیرم که من ببینم خدا نکنه زبون تو گاز بگی مادر چرا خودتو ناراحت میکنی؟ عیب نداره دفعه دیگه من مدیر ساخت مادرم جوری بوده چی میگی؟ میام با آقای قوامی درد دل میکنم آقای قوامی چرا مگه اون همسن و سال توه اون جای بابات مادر هیچ کی جای بابام نیست میرم اصلا با بابام درد دل کنم بابا 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 پلاستیکیه اگه سنا میکنه خب گریه نکن آقا سامان لطفا گریه نکنین حرفتون رو بزنین ببخشید انگار از مردایی که گریه میکنن بعدم میاد ببین آقا جهان گیر بله میدونی وقتی یه مرد شکست میخوره خیلی واسه سخته که این وقت خیلی برای سختی که به دیگران بقبولونه و به خودش بقبولونه که شکست خورده بله. طول میکشه مخصوصا من که تو زندگیم یه قهرمان بودم همیشه برای داداشم یه الگو بودم طول میکشه الگو بوده قبلا جهان بله لطفا میفته که مامانشون بیداره من از شما معذرت خواهی میکنم ببخشید نه مادر
مادرتون بیداره بهشون بگی. من که معذرت خواهی کردم، با مادرم چی کار داری؟ من کارش دارم. مامانم میزنه، با دمپایی میزنه اگر میزنه. بهش میگم من کارش معلم میرم صداش میکنم. نگی من اگر با شما این چهار تا حرف در میون گذاشتم که امروز اتفاق افتاده، درد دل کردم. درد دل کردم. نگی من حرفو متوجه نشدم. من مامانتو کار دارم، با اجازه میرم اونجا. شما مثل یه خواهر برای من میون. دیروز خواهر. نه، نه رو. مامان من معذرت خواهی کردم ازشون. فیروزه جون منم ازت معذرت میخوام، ببخشید. اصلا سورا جون من مادم یه چیز دیگه بگم، راستش میخواستم بهتون بگم. نگی مامان. خب اون گلدون کریستالات دستم خورد، بهش افتاد شکست دستم. ای وای خدا مرگم بده، تو که گفتی گربه تو خونه بود. دستم خورد به گربه، گربه خورد به کریستالات. اصلا من میخوام اجازه بدین، من میخوام یه چیز دیگه تعریف کنم. نگی خب مامان مخلوط کنم چینی بود، چیکار کنم؟ چهار تا گردو انداختم توش. اون زن گردو انداختی توش؟ آقا سامان یه لحظه، من میخوام صحبت کنم، اجازه میدین؟ خب من... بعدا با مامانتون صحبت کنی، اعتراف کنی که چه خرابکاریایی کردین. داد میزنی سر من؟ خب خودم ناراحت میشه از این کار تو بدم میاد. خب مامان مخلوط کردو انداختم. اصلا به حرف این گوش ندیم، بذاری من اجازه. راستش من نگی مامان ماشین لباسشویی خب از قبلم نیمسوز بود. بابا چه دست گلایی به آب دادی؟ خودت گفتی دوشک و بندوز توشون نمیره. آقا سامان خواهش میکنم اجازه بدی، من میخوام یه مسئله جدی بگم. ساکت بشین دیگه لطفا. دو تو بالشت انداختم با نصف دوشک. من میخواستم بهتون بگم، من خیلی فکر کردم، بعد درسته من برنده شدم خب، ولی دلم میخواد که شما مدیر ساختمون بشین. مامان قبول کن. قبول کن، قبول کن. من؟ بله. برای چی؟ مامان قبول کن، قبول کن، دل منم شاد کن. میخواستم بگم که شما خب هم تجربتون بیشتر از منه، بعد بزرگترین اهالی ساختمونم خب از شما حرف شنوی دارن. قربون تو دختر چیز مبارکه. مامان تو مدیر بشم. مامان کاش یه ذره از این فهمشونه تو رو این بچه من داشت. مامان تو اگه مدیر شدی منم میشم معاونت. باشه شما هم بشی معاون با افقهای جدید. بذاری من برم مغازه به جواب بگم این خبره خوشحال کنم. دست شما درد نکنه که استعفا دادین خانم. متشکرم، شما دل یه خانواده ای رو شاد کردین خانم. خدافظ. ممنونم. متشکرم. مامان تبریک میگم، مدیر ساختمون ما، خیلی هستی تو دل ما. پس گلدون و گربه شکست داره؟ دستم خورد به گربه، گربه هم خورد. مخلوط کنم، خودش خراب شده بود. 4500 خریدی، میخوای چند بار کار کنه؟ ماشین لباسی هم خودش سوخت. گفتی بالشت آرد رو شکر. خیلی خوب، بریم تو. ما میدونم ناراحتی. خیلی خوب، من میرم تو حیاط میشینم تا صبح. گفتم بریم تو کارت دارم. مامان زوری. نه خب مامان، تو حتما میخوای بزنی منو. آره. من تا حالا تو رو کتک زدم. بریم تو کارت دارم. الان 37 سالم هم هست. دست رو برای چی پاک میکنی؟ بریم تو. الان 37 سال. اصلا تو نه.